شما در دوران جمع‌بندی موظفی هر درس دین و زندگی رو ماکسیموم 2 ساعت و ربع داشته باشی، مینیموم 1 ساعت. گرفتی چی شد؟ ماکسیموم 2 ساعت و ربع، مینیموم 1 ساعت. حالا تو میای اونایی که میگم ما شخصیش بکنید، میایم شخصیش میکنیم، میزنی همه چی رو خراب میکنی. این بده. هیچ وقت این حرکت رو نزن. آقا شما مینیموم 1 درس، مثلا آقا من دینی دهم درس 1 رو نخوندم، دینی دهم درس 1 رو نخوندی، نهایت واقع وظیفه داری تو 2 ساعت رو بخونی. آقا من دینی دهم درس 1 رو خوندم، خوبم خوندم، چند دقیقه؟ 1 ساعت، تهش 1 ساعت. پس اینو لطف کن، خواهش ازت میکنم، تمنا ازت دارم، رعایت کن. آقا یه سوال، کل دینی 10 پس با این حساب چند ساعت بشه؟ برای کسی که خوب خونده 12 ساعت، برای کسی که خوب نخونده نهایتاً بشه 24 ساعت. نهایتاً 24 ساعت. دینی 11 هم دقیقاً به همین شکل. پس تو اگر رو دینی 11 هم میخوای وقت بذاری، دینی 11 هم به همین شکل. پس ما باید در فرایند اردومون دینی 10 و 11 رو انشالله به لطف پروردگار تا پایان اردو با هم جمع خواهیم کرد. دوستانی که آقا ما که اردو نمیایم میتونیم جمع کنیم؟ ببین نمیای، ولی من به احتمال 99% یقین دارم که تو وقتی اردو نمیای تو خونه هم درست درس نمیخونی. آقا ما که آنلاین میشه، آنلاین هم هیچ فرقی با حضوری نداره، ولی اونی که به حال خودشه، بی انگیزگی های مقطعی و روز به روز. همین الان بهمن اسفند رو نگاه کن، چقدر دچار بیانگیزگی مقطعی شدی. یه روز خوبی ها، یه روز بیدار میشی اصلا روانی، یه روز بلند میشی شارژ مثل شیر، یه روز بیدار میشی مثل خرس یه گوشه کز میکنی. نگاه کنی که همین بهمن اسفند تا آخرش دیگه تموم شد، دیدی خودت دیگه. پس اینو لطفا بهش توجه داشته باش، لطفا این موضوع رو شدیداً بهش توجه داشته باش و شدیداً بهش دقت کن که مبادا الکی چیزی رو از دست بده که فردا خود بگی آقا از دستش دادم. پس ببین، من گفتم به شاگرد خودم برنامه میدم، ولی ضمانت اجرایی نداره اون برنامه. سعی کن آنلاین حداقل. اینم از دینی. دینی هم گفتیم، زبان هم گفتیم. آقا عربی، آقا عربی باید تا 31 فروردین 10، 11 و 12 کامل بسته بشه. 10، 11 و 12. 10، 11 خوب دقت کن، باید در 3 هفته اول بسته بشه و 12 در هفته آخر. این برنامه ما واسه عربی. آقا من جزوه استادم رو میخونم. آقا یه عربیه رو ما حد اکثر چقدر اجازه داریم وقت بذاریم؟ عربیه رو حد اکثر شما باید تو 40 ساعت حداقل توی 5 ساعت جمعش کنی. یعنی میره 5 تا 40. اگه رفتی بالای 40، یعنی داری وسواس به خرج میدی. راستی یه چیزی، اگر کسی ای تصمیم گرفت سفر بره، لطفاً کتاب با خودش نبره، چون تجربه ثابت کرده کتاب میبری و لاشم باز نمی کنی، فقط مامانت اعصابتو خورد میکنه. مامانت هم واسه این که عذاب وجدان نگیره میگه بیا کتاباتو ببر. ما جایی نمیریم که از این خونه میریم به اون خونه، از این خونه میریم به اون خونه، ولی اون آدمه رو میزنیم لتو پارش میکنه. پس آقا خوندی دیگه، مثلا با محمد واعظی، با عمار تاجبخش، تا حالا جلو اومدی، کاراتم کردی، اوکی، جزورم خوندی، 5 ساعت جمعش کن بره دیگه. هی کش نده، هی اذیت نکن خودتو. مثلا تست استاد سر کلاس هر کرده، کر کثیفش هم کردی، نمیتونی اصلا ببینی چیه، 10 دقیقه وقت میذاری ببینی چی نوشتی اون تو، ولش کن رد شو، درس رو فهمیدی برو تو دل تست. پس گرفتی چی شد؟ پس عربی اگه اوکی 5 ساعت، اگه اوزا خیته نهایتا 40 ساعت. و اما ادبیات، ادبیات من مبحثی ازت میخوام، قرابت، آرای زبان فارسی، و در دوران طلای نوروزم ازت لغت و املا نمیخوام، فقط میخوام پرونده قرابت، آرای زبان فارسی رو تا هفته 3 فروردین ببندی. تا هفته 3 فروردین پرونده قرابت، آرای و زبان فارسی بسته بشه. آقا با چقدر وقت؟